گلچنی، هوا تهرو آلوده است. هم بله، بارندگی که نیست اینجوری هست. آره دیگه، صورت ایمان هم حساسیت داره به آلودگی و چسیدگی. چطوری هست؟ من از سیل کنی متوجه باش، من از سیل کن بکنی چش چپ من سیل کن. نه یکی سرخ شده؟ نه سرخ که نه، شاید از تو میسوزه. بله شما که بچه شهرستانی، ما هم که بچه اینجایی عاجزیم. شب میریم سره رو میشوریم، کف سیاه، آب سیاه، شغلمونه دیگه. آره آقا، کار ما که دیگه بدتر آقا، اصلا نمیدیم موقع مسابقات یه جور، موقع تمرین یه جور دیگه، فشار خیلی روی ما زیاده. یه موقع پیش خودم گفتم که بیام شب کار کنم که از این هوا و این گرد و غبار و آلودگی راحت شم. گفتم ماشینم کمتره. اومدیم دیدیم نه خیر، شب کار کردن یه جور، روزام که نمیشه خواهد. خیلی بدبختی شغل ایما که بدتر از مال شماست آقا. اصلا ایما دیگه شب روز نریم آقا، وقتی مسابقات نزدیکه دیگه خیو بی خیو. خود بی خود؟ بی خیو؟ نه یعنی مهم نمیدی بخفتی، خوبت نمیام. بله بخفتی. بله بله، یه موقع میبینی داری یه ضرب کار میکنی ولی موعدت رسیده و چی؟ آماده ای نری. آفری، 27، 28، 29 برج رسیده اما نصف قسطت هم جور نشده. بله شیره موتو چونه نمیفهم. آقا اصلا سر همین مسابقات اخیر که ما قرار بیم مسابقه بیم تو فینال، مسابقه قرار بیم یه شمه و هفته برگزار با آقای گل. گفتم مسابقه باید یه شمه ای هفته با آقای مینی. یعنی چی؟ ده نمینی عزیزم، ده نمینی برارم، یعنی یه هفته جلوتر. یعنی فشار بیشتر، استرس بیشتر و یه بدبختی و به هم ریخته بیشتر. نمینی چطور نمینم داداش؟ چند وقت پیش دیدم از زیر ماشین شور شور داره آب میروزه، بلند شدم بردمش تعمیرگاه. بابایی نگاه کرد گفتش که آقا ماشین باید یه روز بخوابه. گفتم نمیشه که، وسیله کار ماشین شخصی نیست. گفت میبینی که سرم شلوغه، بعدش هم واتر پمپ ندارم. بعدشم داداش شما داری وسواس به خرج میدی، قطره قطره داره آب میریزه، فقط چشت چی به این آمپرش باشه. برو کارتو بکن. ما هم گوش دادیم را افتادیم کف شهر کار کردن. یه بارکی دیدیم اینجوری ها اینجوری ها نیست، اونجوری هم نیست. از زیر داره آب شور شور میریزه، از بالا هم آمپر زده بالا. فقط میخواست کارو از سرش وا کنه. بله دیگه، همشو اینجورن آقا، همشو میخواد از سر وا کنه. سر همین مسابقات فینال یکی از این آقای مسئولین قرار بی یه شمه بیاد مسابقه سیر کنه. آقا زنگ زد نمیخوام بیام، میخوام جمعه بیام، نمیرسم بیام. انگار ما میخوام برای آقا مسابقه بریم. بدبختی. بله آقا، هر کسی برای خودت هستی. وقتی آمپر جو چورده عقرب زده بالا من چیکار کنم؟ میگه دربستی گرفتن. میگم نوکرتم دربستی گرفتی، چاکرتم، ولی من چیکار کنم؟ ماشین را بندازم موتور بسوزه؟ آقا اصلا این عکس سیل کن، آقا این عکس سیل کن. به نظر تو این مطلبیه که زیر عکس میشم آقا از 100 تا فوش برای ما بدتره؟ بله نسبت آقا. آره مهم اینه که عکس چاپ شده، وگرنه مطلب زیرش کی میخونه؟ یعنی آقا تو میخوای با این مطلبیه که برای ورزشکار و قهرمان بخواد بنویسنی زیر؟ نما که اینجور عزیز من، نما اینجور براره. آقا یه دفعه یه مراسمی بود تو تعاونی تاکسی رانی، یکی از این کله گنده ها اومده بود، ما هم بودیم. از قضا عکس این بابا رفته بعد رو جلد گنده چاپ کردم مامون بغل، مشخص بازه ها، همه دیدن. داشتمش اینجا تو داشبورد، رفقا بردن. آره بیا رفقا مال ایمانم بردن. آقا ما ای 7-8 تا داشتیم، 7-8 تا، نه اینکه خون بخرم. او این روزنامه فروشی محل آشنا به او برم نیار میداش، من که پیل برای شیا نمیم که عزیزم برارم. همین یکی مونه، اینم میخوام بمش به توم بل مینه داشبورد میخوای. حمزه ها بیا. نیکی خانم الان نو تایم اند واتو دیده است. واتو دیده دست؟ نه باید بگی I haven't time what's that، یعنی what is that. همونم الان بیا، میخوام یه آگهی بهت نشون بدم. حتما آگهی خرید و فروش سگ و گربه از این چیزاست دیگه. نه خب پس آگهی خرید و فروش قاشق چنگال دست دوم میخورده. من یه قاشق چنگال دست دوم هم خرید و فروش میکنم. آره خب ندیدی تو آگهی ها؟ نه
ولی بیچاره اونایی که با شوخ چنگال دست دوم میخرن ها. نه بابا بیچاره اونایی که میفروشن. نیکی خانم بیا میخوام بدی آگهی ورزشی نشون بدم. نیکی خانم من دارم انگلیسی ریدینگ میکنم، میخوام مثل عربیم اسپیک هم درست باشه دیگه بابا. اسپیک بیا یه دقیقه ببین این آگهی ورزشیه. آه. از این آگهی های تضمین فوتبال دیگه، میگه شش ماه میزنیم دست علی دایی و خداد عزیزی و رونالدین چی دی هو؟ همون. نه بابا ببین این یه آگهی ورزشی راجع به ورزش های رزمی ویژه بانوانه. از اینا؟ خیلی خوب حالا. نه ببین ویژه بانوانش خیلی جالبه. از بس که این مردای ظالم این زنای بینوا رو میگیرن میچزونن. بینوا یعنی چی؟ بدبخت؟ درستش کردی الان مثلا فلک زده. حمزه جون تو اصلا حرف نزن، چه کاریه تو زندگی تا خیلی به دردت میخوره، اصلا هیچی نگو برو. نیکی خانم اصلا این زنایی که از شوهراشون کتک میخورن بیچاره بینما نیستن دیگه. نیستن بیچاره، بدبخت، مفلوک، فلک زده، تو سری خورده، خاک توستن، همه اینا با هم دیگه هستن. یه من داری میگی یا؟ خب شاید ما تو خونه یه خواهر کتک خور داشته باشیم دیگه. خیلی خوب ببخش. به زنها توهین نکنی. شعار نده، هیچی نکن، برو. شعار نه، برو، شعار نه. تلویزیون زیاد میبینی، شعار برو. بدم عزیزم، بدم اون یکی هم بدم. ولی خوامانیم آخرش ایمانه نشناختی ها. آقا سفر سالهی گناوادی قهرمان استانی شدی، سال بعدش هم قهرمان کشور شدی، بعدش هم تو مسابقات جهانی حقتو خوردن وگرنه مدال آورده بودی. ای مخلصتم نوره تو از اول شناخته بیا هیچی نمو گفتی؟ اختیار آقا سفر، فقط اگه رفته تو یه رفیق ما هستش ماهی فرفری داره اسمش همزه است، برو بگو فواد منو فرستاد هواتو داره. خیلی آقایی چکر. ببین آقا فواد این هفته این چهار مسافر دیگه آوردی دیگه. خب نه من حسابشو دارم دیگه. آره نه قهرمان بست بست کل درد نکن آقا قهرمان. آقای قهرمان، آقای قهرمان، آقا حمزه، آقا یه دقیقه باست دیگه الان اتاق بهت میدم نگاه. آقای قهرمان، آقای خانم که باره بینم آقا همزه ها اتاق مخواستم. خب باشه دیگه الان من اتاق میدم دیگه. آقای قهرمان این بدبختی ها اینم نشناخت. نشناختی هنی؟ آقا سفر صالحی گنابادی. من فکرم آقا رضا زاده میاد. دیگه آقا رضا زاده اینقدر نی، حالا ما سبک وزنش. نه شما سنگینه وای، شما اصلا بزرگ وای دیگه آقا. خوش اومدی دیگه. حالا کامیلا باید بریم. کامیلا نداریم دیگه آقا، سفر دیگه. منظورم اینه که از کدوم طرف باید بریم؟ ها از این طرف آقا. بله بفهم. نه نه من غلط بکنم جلوی قهرمان به این بزرگی من جلو راه برم دیگه آقا. شما باید راه بری آقا. تعارف می‌کنی؟ نه نه من پشتش سر شما میام دیگه آقا. باحالی اون. باحال آقا حمزه. شما این پرسشنامه رو پر کنین. شناسنامه‌تون هم البته. شناسنامه نمیخواد که با من نمی‌شناسی آقا سفر رو. آقا رو نمیشناسم بابا. آقا سفر قهرمان وزنه برداریه دیگه. خوش اومدی. معلومه که خوش اومده آقا سفر. خوش اومدی ها، اصلا هتل ما رو نورباران کردی. من یه اجازه هست که این اولاد ماشاءالله. البته که خب بنده رو همه میشناسن، ما خاک پای مردم ایرانیم.
بالاخره میدونی معنی که خب همه ایمانم میشناسن. گفتی اسم شما شیبی؟ نه حمزه آقا. آقاشه بله اولش آقا حمزه. خیلی باحالی آقا حمزه. آقای سفر صالحی گنابادی؟ بله گنابادی. شغلتون؟ شغل دیگه نمیخواد دیگه بابا، آقا سفر قهرمان وزنه‌بردار کل دنیاست دیگه. دنیا یعنی جهان. خب اون که یکی دیگه بود. خانم ایمانم تو مسابقه شرکت کردیم، اون تو با این ناداوری حق ایمان خورد. آقا سفر اصلا نگران نباش که شما قهرمان کل ایران که هستش که. حمزه جان وقتی قهرمان وزنه‌برداری جهانی ایرانی بود دیگه. آره قهرمان وزنه‌برداری جهانی ایرانی بود. خب همون میشه قهرمان ایران دیگه. ایشون قهرمان خراسانن احتمالاً. نه خیر خانم، لهجه‌م نمیفهمی و کجونیه؟ اهل لرستونم دیگه، فامیلیم گنابادیه. ببخشید شما شغلتون چیه؟ یعنی منظورم اینه که شغل اصلیتون چیه؟ نه خیر خانم، معنیشیه؟ یه گل توی مسابقات استانی شانسی زیو ایما اول شویم، یه مدالی هم همینجوری الکی پلکی و ایما دان. خودتون معنی ملتفتی که این مدال و اینا وره هم نونا اون ما. چی نما؟ نونا او خرج و مخارج زنه ای پیل پیل معنی؟ برای همین یه خواری هم داریم که دم بخته، بالاخره باید جهیزیه اونم جور کنیم دیگه. نما که دست خالی بفرسمش خونه شوهر زشته. بعدم شغل اصلی من صافگاری نقاشیه. گاهگداری من بیکار با مسافرکشیه میکنه. آقا سفر برای مسابقات اومدین هتل ما دیگه؟ نه خیر، و البته برای مسابقات مرن هتلای منبالا. خب اینجام هتل دیگه. بله. خب بله دیگه. یکی هتل گلشهره، یکی هم الفندقل شمس و القمر در امارات که من مدیر داخلیش بودم. خیلی باحالی آقا حمزه. نوکر شما حمزم دیگه. هزار ماشاءالله حمزم. آقا حمزه این کلید اتاق خدمت شما راهنماییش میکنی. ساکشونم برده. یک کلید دیگه بده. آقا سفر دیگه. این روزنامه هم با اینجا بعدم بخونش برای خود. خیلی خوش اومدی ها، اصلا صفا بردی به هتل ما. ما اصلا افتخار میکنیم ورزشکار اونم وزنه من. آقای چمدونه به من کمر رگ به رگ ماهو. نه آقا اصلا کمر مهم نیست، سرم به برای ورزشکارا، اونم ورزشکارای وزنه بردار. البته من توی الفندقل شمس و القمر در امارات هم که بودم اونجا هم خدمات میدادم به ورزشکارا، فقط وزنه بردارا. این اتاقی که هست یکی از بهترین اتاق هتل ماه که شما رو دیدید. دسته درد نکنه. من ورزشکار هستم ها، یعنی که من قبلا باشگاه میرفتم دیگه زیاد، اما خب کسی نبا زیر بالا پرام بگیر. زیر بالا پر گرفتن نمیخواه آقا حمزه، مهم اهلش باشی. از همین الان شروع میکنیم. خب یه دوری بزه بنم. دوری؟ یعنی من بچرخ میخواه سیلت کنم. چه خبرته؟ یواش یواش بچرخ آقا حمزه. حمزه من از سیل کو، من از سیل کو. هنوز نرسیدم به سیلت کنم دیگه آقا سفر. آقا حمزه من از سیل کو، الان دیگه معنی سیلم کنم. بازم نرسیدم نیمه. ها الان دیگه معنی. خب بریم تو حد وسط نری؟ نه نه نه، اصلا
وسط و حد وسط و سر و حوصله و صبر اینا تو کار من نیست دیگه. من یه کاری رو میکنم از سرش تا تهش، یا یه کاری رو نمیکنم از سرش تا تهش دیگه. شما که آقا سفری میگی خواه خواه، این همکاره ما نمیفهمن نمیگن خواه خواه. نه من هیکلتم اون مومیزی بازوها و سینه و این کولت و این سرشونت جون میفره زیبای انام، انام. زیبای اندام یعنی اندام خوب. خب حالا یه چند تا فیگور بریم بریم این فیگورهای ورزش. الان میرم میگیرم دیگه فیگور. کجا میری عزیزه؟ مهم جسبه، جست ورزشی، فیگور جست سکو ایجور برای اولا. خوب من از سیل کنم این دستت باف کرو جلو. باف منظورم اینه که دست بیار جلو ایجور. خب این دست برمینه این دسته خو سیل کن ها. این ها اینطوری میکشی عقب طوری که این کره بازو بزنه در. چی در بزنه؟ مهم این ای ازولا بزنه در بیارش رو عقب. آه خوبه سکو، خوبه ولش کن. آقا همزه ولش کن سکو. یه کار دیگرم بلده این ای خیلی خوبه. این دسته بیار رو بالا. نه نه انگشتت نه، کل دست اینطوری موش میکنی اینطوری میری که این بزنه در. نفس نباید بکشی، اون تو لحظه نباید نفس بکشی. خب نه این نه نه بیا این نه نه خیلی آه خوبه. حالا دیگه ولش کن آقا حمزه، ولش کن عزیزم خفه شوی ولش کن. میخواستم زیاد بزنه در. خیلی باحالی ها. اسمت چی بی؟ حمزه. آقا حمزه خب بیا ایلا خود دقت کن سکو ایجه نگو ای برای کول خیلی خوبه. ای جور که مکنی کولت بزنه در. کولت بزنه در این کاره بکنه. آقا حمزه بلش کن بلش کن. مهم خوبه خوبه. بینی من مهم ارمخواب ورزش شروع کنی دیگه باید تا تهش ادامه به ایهو ولش نکنی. نه من که تا تهش میرم، منطقه اگه من ورزشکار بشم نمیترسین دست زیاد بشه اون وقت شما نینا. یه چای بیار بخوریم یه قوری با هم قوری. بخوریم با هم بخوریم بده ایو آره اینو باف کن. آقا حمزه خب براره مستراحه رو تمیز کن دیگه، آدم اوقش میگیره. آبروزی نکن خانم کلاته. اصلا میدین کی تو این اتاقه؟ مهمان ویژه. خب مهمان ویژه است که مستراحه رو باید ویژه تمیز کنی. مستراحه مهم نیستش که، تو این اتاق آقای سفر صالحی گنابادیه. این آقای گنابادی که میگن توی هتله؟ آره دیگه تو همین اتاق دیگه. کار خدا رو ببین، من برای کار من اومدم تهران این آقا رو ببینم. انقدر این درون در زدم تو آسمونا دنبالش میگشتم، اینجا بیخ گوشم. نه تو اتاق بیخ گوش که نه 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 تو باشه تو اتاق بیخ گوشمه دیگه. ببین یه کاری کن من اینو ببینم، خیلی مهمه. سخته ها، البته رفیق منه ها. من سعی کنم نرمش بکنم. من تلاش خودم میکنم دیگه. دستم در نکنه، از خجالت در میاد. یه چه از خجالت هم در میاد چون توی این هتل همه مخلصم. مهمان ویژه. خیلی خوب یه ذره شیرینی خامی و گل بگیر بیار. آقا سفر رو ببین دیگه. آقا همسه من عذرخواهی ویژه میکنم به خاطر مستراحه که گفتم. ایراد نداره اصلا. ببین من توی الفندق شمس فالقمر در امارات هم که بودم اونجا ویژه مستراحه تمیز میکردم، مدیر داخلی ویژه هم شدم دیگه. خب اصلا مستراحه باید کثیف باشه دیگه. برام من میگم برام میشم قهرمان جهان و میام میرم باشگاه فلان. میشم قهرمان جهان، آقا سفر هستش قهرمان جهان. میدارم فلا دوتا تیبه آقا سفره، نمیذارم اینو دادی مگه اینو مرد میدار بعدش میذارم آب جوش را. مسافر ورزش کار داشته؟ بله قهرمان وزن برداری جهان. بابا اون که خودش سلام
اون ادعایی نداشت که خودش آقای گلشهر. اون ادعا نداشت، شیعه و همه من میشناسن و عمو جان عکسشو با روزنامه‌اش گذاشت جلو ما که من این ببینیم. اصلا اومد قپی در کنه، منم که اصلا خوشم نمیاد این قپی در کردن. بعدم چی اینجوریام آقا گلشهر نگاه کن، حالا کی با قپی در کردن بر فرض مثلا تازه بنده خدا قپی در نمیکرد که خوشحال بشه، قپی در کردنش هم تازه ما ضرری که نمیزنه که ما بذاریم خوشحال بشه، ایرادی داره؟ نه حمزه راست میگه، ایرادی نداره. خیلی خوب ببخشید من اشتباه کردم. خب اشتباه نکنه که خانم، ظرفیت داشته باش. تو هم ظرفیت داشته باش، اشتباه دیگران رو به روخش نکش. خب من الان کم ظرفیتم، ولی بعدن که ورزش کار بشم خب ظرفیتم زیاد میشه. یعنی همون چهار تا و نصف کلمه انگلیسی هم که به درد کارت میخورد پروندش بسته؟ نه خیر، اتفاقا یادگیری ورزش از همون اسپیک انگلیسی اومده. یه ضرب المثل انگلیسی هست که میگه که When you have a big pocket you have possible take تو. ببین اون کتاب انگلیسی که دست تو داری روش میخونی من بهت دادم، همچین ضرب المثلی هم توش وجود نداره. عمو جان جلیه. نخه آقا گلشهر، اصلا جلی نیستش که، این یه ضرب المثل خیلی قدیمیه، از چین اومده که بعد پاسیبل شده الان. من همین الان که از پلام میمدم خودم دو دقیقه پیش درستش کردم. ببینی عمو جان، با دوتا کلمه انگلیسی که یاد گرفته ضرب المثل هم درست میکن. حمزه تیزه، البته گاهی وقتا. حالا این چیزی که گفت معنیش چی بود؟ یعنی اینکه اگه جیبت بزرگ باشه دو تا چیز نه نه آگلش این یعنی اینکه اگه جیبت بزرگ، این اون جیب که اون جیب نیست، این سمبولیکه، یعنی که ظرفیتی که داری یعنی بزرگه، یعنی ظرفیتی که داری یعنی که دو تا جیب که هم ظرفیت خیلی زیاد، این ورزش یعنی روح دلت ظرفیت زیاد داره. اینو فهمیدی؟ بله فهمیدم. آقا حمزه گل بلش اینجا ببنیش اینجا بلش اینجا بلش. آقا سفر خودتی ها؟ آره بیا اینجوری مهم سکوی اکس ها که آخر من چاپ کردن اکس ها سکو بدترین اکس ها چاپ کردن، دشمنی مکنن با آم، دشمنی مکنن براره. نه این خوشگله آقا سفر، نه دشمنی مکنن خوشگله. بیا این اکس ها سکو، سکو ترکیب رنگ هم اینی؟ این ها سکو، این اکس ها نه او. آقا سفر اینایی که دوتا دسته داره اینا جایزه، اینا چیه؟ اونا کاپه، کاپ قهرمانی استان. کاپه استان. خب این کاپه همش یه کاپه یا خیلی خیلی کاپه؟ چی مای برای خودت، خب یه کاپه دیگه ها تو لورسوهای کاپه زیاد داره، ولی خب این برای یه مسابقه است. خب شما برای چی اومدی تهران؟ کاپ که نمیخوای بگیری که، پس برای چی اومدی تهران؟ کاپ ولش کن آقا حمزه، ولش کن، دست به لهم نر که خینه. چرا خینه؟ خب تو نمینی یه وامی ما میخوا بسونی، هی ای استان موان برا تیرو، هی استان تیرو، استان تیرو، ای لاو اولا نمینم این وام به ما نمینم شی کنیم. سقف این خونه طبقه دوم این خونه میخوا بسازیم، این سقف نره این وام نمیان این سقف درست کنیم. همش موان قهرمانی و کو پیلی به ایما به من که قهرمان میش ورزشی کارم میشم خیلی کاپا خونه. آقا سفر چتا؟ من میگم که قهرمان که میشم این خیلی کاپامو خونه ندارم بذارم کاپامو که چی؟ حمزه دیگه نشتبم یه همچه حرفی بزنی ها؟ یعنی تو بره مادیات، بره پیل، بره خونه، یعنی بره ای چیا مخواه برزشگار باید؟ من از هلکو،
ورزش رکن اساسی خانواده است. زنی، نشاد، جوانی، نمینی؟ ای همه جوانه معتادی که منی چرت میزنن، خواه اینا ورزش نمکنن عزیزم، ورزش نمکنن برارم، ار ورزش کنن که دیگه معتاد نمان. من از هلکو بیری بکو در برم، دیگه ازت خوشم نمیاد، بیری بکو در. نه آقا، آقا سفر، من گفتم که ورزشکار که من میشم، قهرمان که بشم، کاپ هامو که خیلی هن خونه ندارم، خب بذارم دیگه همین. خب این اینا که از این یاغو سفر تابلوی حرفه پیلی آبوشه خبر خوش، خبر خوش، تابلوی جدید هتل رو سفارش بدید، هتل اینترنشنال گلشهر. دیگه چه خوابی دیدی حمزه؟ ما از پس همین چارتمون نیستیم مسافری هم که داریم برنامه. آقای گلشهر ببین اگه خبری یا مناسبتی یا اگه این اداره دولتی به خاطر سمینار پیمانانشون که ارزون تمام بشه که بقیهش هم کنن هتل ما نیان، خب ما در سال چند تا مسافر میتونیم داشته باشیم؟ خب حالا تو برنامه اینترنشنال چیه بگو؟ آقا گلشهر یه خواهرزاده داشتین توی یکی از این روزنامه ها. چه چیزایی یادت حمزه؟ این نوه پسر و موه خواهر زده منه، یعنی آستینه پوستینه پسر خاله دست دیزی. خب همون دست دیزی دیگه. ببین الان آقا سفر قهرمان کل دنیا، خب الان مهمان هتل ماست دیگه. خب این خواهرزاده شما میاد از آقا سفر جلوی هتل، جلوی تابلوی هتل یه عکس میگیره، این عکسشو چاپ میکنه تو روزنامه ها. خب بعد روزنامه ها سراسر ایران پخش میشه دیگه، بعد همه میخونن، مسافر از سراسر ایران میاد، توریست هم میاد. من توی الفندق الشمس والقمر در امارات این ابتکاراتو کردم، مدیر داخلی شدم دیگه. فکرو پسندیدی؟ الاغ و اسب و قاطر و یاب و شطوره میشه سوار شد، البته اگر سواری بلد باشی، ولی پشت باد که نمیشه سوار شد. فقط میخواستم بگم پاسیبلش ممکنه دیگه، دیگه خود باش. ببین منصور، آقا سفر صالحی گناوادی، آره دیگه، هم قهرمان وزنه‌برداری دنیا. این الان هتل ماست دیگه، بچه های محل جمع کن، عکس امضا. بیا میو. آقا سفر، صبحانه برات آوردم. دستت درد نکنه، دستت. این انگلیسیش میشه برکفست. آره اونا دیگه میلم انگلیسی تمرین میکنی؟ یه چیزایی از بچه ها گرفتم، خوبه برات دیگه. چیه؟ اینا کجای بردی؟ بمه اینا بافش کن، بافش کن، من نمیخوام ورزش کار باز اینه، باف نمیتونه بکنی. ایمینی چنی بی ورزش نکرده بیم اونم بمه برست ماشالله نفتی افش مینی چنی بی ورزش نکرده، این کمرم خوشک گرفته سکو. افش افش خب من باید از اینا برای خودم بخرم دیگه، این پاسیبلم باید کاپ و اینا، خیلی ورزشکان کاپ. مینی خوب خوب سیل کن، تو من نمیخوا ورزش کار با اینا، سیل کن، اینا میاری دامو، دوباره اینا میاری بالا. مینی افش دامو بالا دامو دیگه، دیگه بس راخ منم باید بزنم دیگه آقا سفر دیگه. خب نمی... الان نمینی؟ نه میمینیم. این الان سنگینه و کمرت میره. سلسبا که من باشگاه میرم آقا سفر، شما بل... بل... آقا سفر، آقا سفر،
گذاشی صبحونم بخوریم؟ دهت بمون نکن ریدا، نکن سر بزرگ، توی سنگینه، تو الان نمینی. بمینه، بمینه، بیا فنیش، بمینش بنام. بهت گفتم، بهت گفتم با دنبل سبک شروع کن، خوش نمکنی عزیزم، گوش نمکنی براره. آقا سفر، من نگران شما، آخه میدونی دو روز دیگه که اگه عکس من شما رو انداختن تو روزنامه، وقت شما به این بزرگی من اینجوری، خب این برای شما بد میشه دیگه. ها وایسا بنم کامی روزنامه؟ همین قرار از روزنامه بیان عکس بندازن صفحه اول روزنامه من و شما رو با هم دیگه. من از هلکو بو ای عکاس خواه بیان، هم اینه که دوربین دیجیتال داره، همون دیجیتال میان عکس میگیرن. ای دوربین قیمیان نیرن، هم مثل یه عکس رو روزنامه ما. نه از این خوباش میارن عکس میگیرن، این یه ذره اینجا رو وای سوینم، این چه قشقرقیه تو هتل بابا کردی؟ آخه تو نمیفهمی مسافر آرامش میخواد. توضیح بده. ببین این آقا سفر دیگه بودن از عکس بگیرن دن تو روزنامه نشون. ببین این آقا سفر پته پهن، اگه خیلی آدم مهمیه میتونه خودش بره بیرون عکس بگیره، نه اینکه آدم تو کوچه برداری بیاری تو هتل. من نیوردم، خودشون اومدن که بعد میشه هتل اینترنشنال. آقای گلشن میدونه تو دارین کارا رو توی هتل میکنی. آره بابا این آقا پسر خالی دست دیزیشه دیگه. حمزه زود ردشو میکنی برن. خیلی خوب شما برو. به خدا اگه یه نفرم اون بالا به من تلفن کنه من میدونم اونجا. شما برو، من چای میارم دیگه، برو دیگه. والا عرض کنم خدمت تو عکس میرن بله تا این مسابقه هم بکنه همده ای. والا عرض کنم خدمت تو ای مسئولین محترم کشور عزیزمو خیلی تلاش میکنن در امر ورزش. یکی فقط یک کمی مینی باید اهمیت بین به این وزنه برداری، این وزنه برداری خیلی مهمه. این فوتبال نما که خب فوتبال هم خوبه ولی وزنه برداری خیلی بهتره. اینه که تقاضا میکنیم که این جوونا قد خوشونه بینن. این حمزه اون این حمزه سلکو این بارها و بارها گفتم هر ورزش رو ول کنی شیمای چرت مو چرت میزنیم مثل این معتادا. ورزش رو نباید ول کنی، این جوونا قد خوشونه نمینن. این جوونای کشور عزیزمون مثل ستاره، مثل خورشید توی دنیا مینن بدرخشن. دیگه عرض نره و سلام علیکم. خیلی ممنون آقا سفر، من دیگه سوالی ندارم. شما اگه پیامی برای جوانان علاقه من داریم بفرمایید. والله ما کوچکتر اونیم که بخوایم پیامی داشته باشیم برای جوانای عزیزمون، ولی خوی وامی میخواستیم بسونیم. ولش کن این پاکوی وام به مردم چه ربطی داره؟ این مشکل خودمونه، بدبختی خودمونه. این وامه اذیت کنه الان که دارم مصاحبه میکنه که خبرت میکنم گلش آنگه گرفتی دیگه. خبرت میکنم آقا سفر اون خانومه. بفهمه خانوم، بفهمه آده امضا بگیره. سلام علیکم. سلام خوارم، سلام علیکم. وقتی آقا حمزه گفتن این هتل تشریف دارین گفتم خدا یادتی بزرگی ده جوش شما رو ببینم. خواهش میکنم، خواهش میکنم، هر امری چی همه در خدمت تو هستم. خواهش میکنم، چی جوری بگم، یه امضای شما برای ما همه چیزه. خواهش میکنم، امضا چه قابلی داره خانه؟ امضا چه قابلی داره؟ چقدر نازنینی شما. خواهش میکنم، ای به نام کی بنویسم اینا؟ کلاته ای، رحیم کلاته ای، اصل ایشونه. رحیم کلاته ای، بله خوب. با احترامات فائقه ایز بفهم. با احترامات فائقه آقای کنم، یعنی همین؟ همین کافیه؟ از چی دیگری میخواین اضافه کنیم؟ خب با این زیرش بنویسه. والا خدمت آقای خودم عرض کنم که حقوق بازنشستگی که کفاف نمیده. یه زمینی داشتن ابوی زدیم به کیوی مرکبات. این آفاتی هم که درخواست کردیم حق ماست، سهم قانونی ماست، ولی خب نمیدن.
حالا میخوام ببینم با این نوشته شما آفاتو به ما میده؟ آفات نمینه، من آفات نمینه. خب تو لرستون هم به این زمین های کشاورده زیاد آفات میزنه، ولی خب من وزن بردارم، چه منم آفاتم میان یا نمیان؟ وزن بردار؟ یعنی شما آقای گنبادی مدیر کل دفعه آفات نیستی؟ با خدا نکنه خانه مدیر کل؟ خدا نکنه مدیر کل شیه؟ من وزن بردارم؟ دفعه آفات؟ با بله. دیدیشون کیف کردی دیگه، گفتم امضا میده دیگه، امضا گرفتی؟ اگه یک بار دیگه مستراحه رو تمیز نکنی شکایتت کنم ممکن. حالا که خرید از پول گذشت؟ کدام خر؟ کدام پول مرد حسابی؟ خر؟ پول؟ پول؟ خر؟ من باید پول همو که بگیرم وقت برزش یکی بگم آقا گلشهر ببخشیدا ببخشیدا من چیز من یه خورده پول میخواستم من آقا این کلی شما بدین به من بفرمایید شما دیگه پول؟ ها چی کارش داری؟ خب یه کم پول نه این گرون نه یه خورده زیاد پول میخوام من دیگه خب زیاد یا کم ایرادی نداره نگفتی چه کارش داری؟ خب لازم دارم دیگه پول میخوام بابا این حمزه جدیدن زده تو خط ورزش و ورزشکاری فکر کنم پولم واسه همون میخواد خب مگه آدم بخواد ورزشکار بشه مگه ایرادی داره نه ایرادی نداره اصلا ایرادی نداره اصلا پول خودته میتونی آتیشش بزنی بالاتر از این اما جان من چی بردم آتیش نه پول میخوام نه من تو فکرش کردی چرا میخوای ورزشکار بشی خب مگه همه ورزشکار میشن برای چی میشن دیگه اصلا قرار بود من از بچگی ورزشکار بشم خب نشدم الان قراره بشم خب میخوام بشم دیگه نسکافه میخوری؟ خب. الان نه بعد. ایرادی نداره ورزشکار بشو ولی اینم گوش کن حدودا 35-6 سال پیش یه فیلمی زنده یاد علی حاتمی ساخته اسمش حسن کچل داستان از این قرار بود که حسن کچل یک دون از شش دونگ عمرشا داد همزادش که پهلوان بشه بره به جنگ دیو تا 40 گیسا از چنگال دیو آزاد کنه و به وصالش برسه حسن کچل توی یک از صحنه رفت پلوی پهلوان که راه و رسم پهلوانی رو یاد بگیره خسته نباشی بله بود پایانده باشی جوون دیدم ده دفعه بیشتر دیدم آره من تا پهلوانی که حسن کچل رفته بود پهلوش پهلوان قصه نبود اهل دیو کشینو نبود پهلوان مسابقه بود مسابقه آدم با آدم چونم برد و باخت و جایزه و داور و خطا حالا نگفتی تو چی جور پهلوانی میخوای بشی من فکر میکنم حمزه میخواد ورزش کنه پت و پنچ که این مسافر ها ازش حساب ببرن من خاک پای مردم نه حمزه اهلش نیست فکر کنم هنوز فکرش نکردی درست حسابی یا یه چیزی که رود بار نداره آقا گلشهر شما میخواید این مور رو از ماست بکشی بیرون ببین من اخلاقم یه جوریه که خودمو میزنم به ندیدم که مورا تو ماست نبینم بیا این کلید گاف صندوق پول توشه برو پولتا بردار هچه مخوای رسیدش هم بذار جاش این چیه حمزه؟ این خوبه
این باش خیلی کارا میشه کرد دیگه. اصلش برای این سینو بازو. منظورم اینه که کجا میخوای بذاریش؟ خب همین اینجاها دیگه. همینجا؟ تو لابی، جلو چش مسافر، تو رفت آمد، جلو دست و پا. آخه به عقلت رجوع کن حمزه جان، اینجا جای ورزش کردن. آخه میدونی الان اگه عمو جان اینجا بود چی بهت میگفت؟ میگفت چارو نکنده منا رو دزدی. حمزه جان یه ضرب المثله، یعنی این مناری که دزدیدی همین، یعنی خریدی، همین وسیله‌ای که خریدی وقتی نمیدونی جاش کجاست نباید میخریدی دیگه، اول باید جاشو پیدا میکردی بعد میخریدی. آره دیگه. فعلا ورش دار، ببر اتاق آقا سفر جونت تا بعدن خودت به تنهایی فکر کنی ببینی کجا میتونی بذاریش. آه بیارو بالا، وقتی میرد دامان نفس نمیکشی ها، وقتی میان بالا خالیش بکنی. آه بچه برعکسی کارم بکنی. آه خوبه خوبه. آره خوبه، مام زمونه ایمونم یاد گرفتی ها. چقدر آقا سفر من میخوام خیلی خوبه بشه ها. آقا سفر دیگه داری میری دیگه ها؟ آره دیگه آقا حمزه، عامل رفتنی باید بره. دلم برات خیلی تنگ میشه آقا سفر. حالا گاهگداری بهت زنگی میزنه. این وام بسونی طبقه دوم نازوکاریه. این مسئولین وظیفه‌شون رو انجام میان. خب معنی خود درست هم انجام میان. هی قول میان به عام، هی قول میان، هی قول میان. خب ایمانم در مقابل این مسئولین محترم باید وظیفه‌مون رو درست انجام بدیم. چی می‌کنیم؟ هی میریم استان، هی میایم تهران، هی میریم استان، هی میایم تهران، هی میریم اولا، هی میایم ایلا، هی میریم اولا، هی اولا ایلا. ایلا. خب تو هم باید وظیفه‌تو در مقابل ورزش درست انجام بدی حمزه. قول بده که این ورزش رو ول نکنی و بر ول کنی مثل این معتادای تو خیابون شیمای چرت میام. چرت میزنی. خب بنم این دست کنه، میخوای وقتی من رفتم شی کنی اینجا این جلو دست و پا را که میرم. آره یه جای اتاق بزرگتر داریم میذاریم اونجا دیگه. آره دیگه بلش اونجا، چون خیلی خطرناکه. بچه بچه های بایی بازو کنم مفتری پاش. آقا صفه حالت و یادگاری من میتونم. نه چه قابلی داره آقا حمزه. آره چرا نه؟ با امضا. یعنی برات امضا چه مکنه؟ این خارج دیه، این خارج توی آقای پیشونیش و روی کولش و گردش و این کمرش هم آقا همه نه امضا میکرد دیه؟ منم برات امضا میکنه؟ منم مولا را امضا میکنه؟ انگلیسیش میشود دیگه 20 آقا سفر این 30 تا شد دیگه بابا. اینا نکن خوه دیگه خوه. نه دیگه این حمزه دیگه اون حمزه قبلی نیست دیگه، اون حمزه پهلوانه. آقا سفر تو بودی گفتی ورزش ارکان اصلی خانواده اعتیان چورت. آقا حمزه راه نمید. چشم یه شما بفرمایید، من الان میام خدمتون، چمدونا رو من میارم. بفرمایید نیکی خانم. آخه چرا این اتاق دیگه؟ اتاق دو تخته میخواد، اتاق دیگه ای خالی هست نیست دیگه. اینا اتاق شماست دیگه، از همه نظر امکاناتش کامله. خدا این هم یه دستگاه ورزش شدیم. ورزش؟
ما با ورزش کاری نداریم. شوهر ما اصلا اهل ورزش نی. خوبه دیگه، اینم یه گوشه است، اینم با شما کاری نداره. اینم کلید اتاقت. خیلی ممنون. کاری داشتیم بگیم دیگه. حمزه جان تمیز اینجا نکن. میخوام تمیزترش بکنم. دبت میگم تمیزه نکن. خب تمیزترتر باید بشه دیگه. حمزه بگو. من چیزی نمیگم که میخوام تمیز بکنم. ده من تو رو میشناسم، حرفتو بزن. نیکی خانم، این نویسنده ها برای اینکه یه چیزایی بنویسن یه چیزایی میذارن جلوی چشاشون که ازش چیز بگیرن. منظور تأثیر و الهام و ایناست دیگه. خب این چیزه، این اگه الهام ای این چیز دیگه. حمزه جان اگه فکر کردی اون دستگاه مسخرتو میتونی بذاری گوشه اتاق من که من ازش الهام بگیرم، الهام نمیگیرم؟ اصلا اون دستگاه اگه تو اتاق من باشه اعصاب و روان منو خرد میکنه. بابا من بدم میاد این آدمای پد بهنه اینجوری. خب نیکی خانم، آدمی که میخواد ورزشکار بشه خیلی کاپ قهرمان، خب پتو پهن باید بشه دیگه. منظور نیکی اینه که اگه آدم به هیکلش میرسه باید به مغزش هم برسه. آقای گلشهر، اولندش که مغز سالم تو این پتو پهن سالمه. باریکلا دویومندش. دویومندش که نیکی خانم، چرا شما میخوای همه آدما جورش جور شما باشه دیگه؟ خب هر کسی جورش جور خودشه دیگه. مگه کارخونه است که قالب فرد فود جورش جور شما بشه؟ ها؟ اینو حمزه درست میگه. از کی تا حالا حمزه درست میگه؟ خب وقتی یه نفر حرف درست حسابی زد، شرط انصاف اینه که بگه درست میگه. حالا خانی کی باشه؟ خواه آقا حمزه. البته حمزه حرف بی رب زیاد میزنه ده. حالا یه برام حرف درست حسابی زد، با تشویقش کردی. ممنونم آقا گلشهر. البته نیکی خانم هم گاهی حرف حساب میزنه. دست شما درد نکنه. عمو جون تحویل بگیر. همچین با یه تلنگر میره اون بالا بالاها که نمیشه به این راحتی ها وردش پایین. بالا بالاها کدومه؟ اصلا ما ورزشکارا مرانمون ورزشکاریه دیگه. خاک پای مردم. این دستمالو بردار، برو اون لابی رو تمیز. برو. همه جا تمیزه. چارودی از سرش میپره. ها بله. هیچی خانم، برای نظافته، من بعدم میام. بله. هیچی هاچ خانم، نظافت، من بعدم میام. از اتاقش بیرون نمیاد بره دیگه. ورزش سر ساعت با سفر میگه. بله حاج خانم، من الان دیگه باید بیام تو دیگه. خب بیا. یا الله حاج خانم، من باید اتاق الان تمیز بکنم دیگه. تمیزه؟ خب خب نه دیگه، من به عنوان مدیر داخلی تشخیص میدم تمیز نیست، پس باید تمیز بکنم دیگه. سی چه؟ خب این بعد اتاق با جارو برقی تمیز بکنم که تمیزتر بشه. مو میگم اینجا تمیزه، حالا تو وسواس داری هر کاری میخوای بکنی بکن، ببینم الان با بعدش چه فرق. حاج خانم، ما وقتی که مسافرها تو اتاق نیستن اتاقا تمیز میکنیم که مزاحم مسافرها نشیم. اگه قرار ما تو اتاق باشم تو هم مزاحم ما نشی، ما میگم این اتاق تمیزه، خودم خسته نکن. خلاص خواهر من، من که نمیخوام بی خودی خودم خسته بکنم، که من وظیفم اینه که اینجا رو تمیز بکنم که خدمات بدم به شما. خب تمیز کن. شما نمیخوای از اتاق بری بیرون؟ شوهرم قرار بود بره، رفته. ها ببینی الان نیکی خانوم پایین تو دفتر تنهاست، شما اگه بری پایین من این بالا رو تمیز میکنم، بعد شما بیا بالا که بالا تمیزه دیگه. پسر جون کارتو بکن. به ما چی کار داری؟ خب من الان بس باید دیگه. این الان صداش بلنده، اذیت نمیشی؟ گوشم پره. من اگه اضافه کار با این است و 8 ساعت این صدا 10 برابر 100 برابر بیشتر تو گوشمه. ما کارگر کارخونه نساجی هم.
مادر منم همینجوره دیگه. اونم کارگر کارخونه نساجیه؟ نه این اونم مثل شما تو اتاق میمونه تکون نمیخوره، بعد ما برادرخوارا میگیریم از اتاق میبریمش بیرون به کلش هوا بخوره روحش تازه شه. خوش میگه روحش تازه میشه؟ خب آره دیگه خوش میگه دیگه. سی دلخوشی شما میگه، حتما اون کنج خونش راحت تره. اقپا پیچش نشین، مزاحمش هم نشین. خلاص. خانم از اتاق نمیره بیرون نه؟ این روزنامه رو رفیقت آورد. پس عکس من چی؟ اون همه عکس ازم گرفته بودن. میبینی آقا سفر؟ نه تشویقی، نه خبری، نه مصاحبه‌ای. میگفتی حق آدم رو میخورن دیگه. یکم نداری؟ نه خب بفهم. دست شما درد نکنه، خسته نباشی. ممنون. این شناسنامه شما، اینم شناسنامه شما. خیلی خوش اومدی. خستتون درد نکنه. خدا خدا نگه. بفرمایید خوش اومدیم. بفرمایید. حمزه ها. اتاق ورزشت خالی شده؟ نوچ؟ چرا نوچ؟ خب ورزش دل و دماغ میخواد دیگه نیکی خانم. خب بگو نیکی خانم، بگو دیگه. چی رو بگم؟ من شما رو میشناسم دیگه، وقتی یه چیزی نمیگی یعنی میخوای یه چیزی بگی دیگه. اگه عمو جان الان اینجا بود. نیکی خانم عمو جان اندازه خودش به ما میگه دیگه. شما هم خود اگه حرفی میخوای بزنی خودت بگو دیگه. خب باشه، معذرت میخوام، ببخش. نه من معذرت میخوام. شما راست میگین دیگه. من آدم بی فکریم. اولین منا رو دزدیدم. نه دزدیدم، من خریدم و ولی هم منار و چاه و همه که گفته بودین دیگه. خب هیچی دیگه، منم خواستم بگم همون حرفای روز اول عمو جان همینجا گفت. حسن کچل و این که چرا میخوای پهلوون بشینش یا این حرفا. شاید هم آقا سفر رو که دیدی همچین یه هو هوس کردی. آره؟ نمیدونم. آقا سفرم میگفتا هر کاری خیلی سالها این پشت و کار رو نمیدونم. شما تنها نه با همیم. شما باید یه اینک بخری، چشات دیگه آخر ضعیفی. من منظورم اینه که با مامانتون نیستم. یکی دو ساعت دیگه میام، شما نگران ما نباش. آقا تو تمام اتاق از این وسیله ها هست؟ فقط تو اون اتاق ها هست که بچه ها باشه؟ آره، فقط اتاقی که بچه ها هست. آقا با این که مدلی بازی میکنن اون وقت چجوری باید بازی کنیم که یکی بسوزه یکی نسوزه؟ بازی نسوز نداره دیگه، هر جو بازی کنی میسوزی. آقا اسم این وسیله چیه؟ این یه مناره که یه آدم کودن دزدیده. چه دروغ میگی آخه؟ این مناره مناره که نمیشه دزدید. محمد حسین این داره سر به سر ما بذاره. آقا کودن یعنی دزد. کودن یعنی مثل من، یعنی ابله، یعنی خرفت. شوخی نداری؟ حمزه بعدا پشمون نشی یا تو یارو از اون دندونگرده هست. اگه نصف پولی که داری بتونم ازش بگیرم خیلی هنر کردی. آره دیگه. نه دیگه باید ببریم بهش بدیم دیگه، هرچی کار داد دیگه. بله برای نظافت، نظافت اومدم.
فقط من لفه ها رو عوض کن. این چیه؟ این؟ گلدون. نه این چیه این که؟ بوم سپایه. بوم سپایه. بوم جانم همزه. آقا فاد ببین این چیز هستش که این بوم با سپایه. ها آره برای نقاشیه. ببین تو که دای خیابون چرخ میزنی اینور اونور، ببین قیمتش مزنش چقدره دیگه. این واجبه. ها دست گله درد نکنه.